اومدیم، چون الان ما با هم دیگه نفسای عمیق میکشیم. باشه، ببین چقدر جران اونجا چی کار میکنه؟ بیمارمون همینجاست، از آزمایشگاه اومده. من باید برم، مراقبش باشی. آگاه، بیا فردا خبرنگارا رو دعوت کنیم، همه با هم خانوادگی بگیم که این قضیه یه سوء تفاهم. آره. ببین، میبینیش اخلاق مامانت عوض نشده. هیچ وقت خدا هم سعی نمی کنه عوض بشه. وقتی بچه بودی و خطایی ازت سر میزد، به جات حرف میزد، تلاششو میکرد تا تو رو تنبیه نکنم. آخه هرچی باشه مادره، چیکار کنه؟ کم مونده بگه اونو ول کن، منو تنبیه کن. تو دیگه بچه نیستی، بزرگ شدی. میخوای مثل مرد رفتار کنی؟ مثل مرد جلوم وایسا بگو دردت چیه؟ مشکلت چیه؟ داملا کجاست؟ ندیدمش. بهتره من برم خواهرمو ببینم. داملا؟ سر الگنگ نکن جنگ. انگار نه انگار ازت سوال پرسیدم. آگاه، بسته. تو دخالت نکن. اینجا اتاق هتل نیست، خونه باباته. بابات جلوی دوستای عرازه رو باشد وای نستدی. بابات وایسده پسر بیادم. جنگ، نه جنگ، نمیذارم اینجوری بری. ببین پسرم، میتونیم همه چیو درست کنیم، فقط باید بخوای. پسرم ازت خواهش میکنم، به بابا تو به من یه فرصت بده برای اینکه بتونیم یه خانواده واقعی بشیم. تنها چیزی که میخواستم یه شروع دوباره بود، یه زندگی جدید بود. میخواستم همه چیز خوب باشه. برات یه سورپرایز آماده کرده بودم. خوشم میاد سورپرایز رو خراب کنم. تو کی هستی؟ من چیزم. ها، فهمیدم، سورپرایز مامانم تو بودی. مامان نریمان جمره. اونا رو از کجا آوردی هان؟ اینا مال منن. پس اندازمه. کدوم پس انداز؟ دقیقا چقدره؟ میگم مال خودمه. دروغ دارم؟ اون مرده این پولا رو بهت داده؟ خونه یه قشنگه، خونه اونا رو ول کن، یه جواب درست حسابی به من بده. گفتم اما نمیفهمی. چند بار باید به جواب بدم؟ ها نورتن،
مال نورتنه. پس اندازه اونه. چیزه، بانک تعطیل بوده، پولاشو سپرده به من. دروغه، داری دروغ میگی. تو چشام نگاه میکنی و دروغ میگی. خونه مردم داد نزد. پس باید به هم جواب بدی، بگو برای چی اون مرد به تو پول داده. باشه، پس میرم و از خودش این سوالو میپرسم. آه سهر، تو رو خدا نرو نرو. من با آقا آگاه سر چیزی به توافق رسیدیم. به توافق رسیدی؟ یه چیزی بهش دادم. چی؟ تو دقیقا به آگاه چی دادی؟ چی دادی؟ چی؟ دخترتو. نفهم بوداد. بیمار روانی؟ میگن دیوونه، دیوونه، محض اطلاعت گفت. بیا، خجالت نمی کشی مثل دوزم یکی خونه مردم؟ خونه مردم نیست، حالا میبینی خونه کی؟ بسته دیگه جرن چرت نگو، تو ندیدنت باید از اینجا بریم، زود باش. سحر، دخترم، تو منظورم رو بد فهمیدی. این پول شیربهاست، این رسم و رسوم ماست. ببین، اگه قبول کنی جرن عروسشون بشه، به خدا دختر تا آخر عمرش تو ناز و نعمت زندگی میکنه. دختر من فروشی نیست، میفهمی؟ نیست. ازدواج معمولی نیست. نذاشتی که دامادو بهت بگم. داماد مشکل داره، دست به جرن نمیزنه. کنار. سحر، سحر، ما رو بیچاره نکن، آینده یه بچه هاتو خراب نکن. دختر من فروشی نیست. نمیذارم بری. صبر کن جنگ، اگه امشب خونه نمونی بیرون همین حالا. شنیدی جرم؟ بیا بری. اون به تو چشمک زده؟ جنگ، جنگ بسته دیگه، نمیتونی اینجوری بری. من مادرتم و میخوام امشب تو خونه بمونی. ها، همون کاری که گفتی رو دارم میکنم، تماشا کن. خونه ماشینا بیاری همین الان. این در رو باز کنی نورتن خانم. پرسیدم برای چی به چشمک زد؟ رنگ عوض میکنی اما جواب منو نمیدی. جمره، جرن، چرت و پرت نگو. باشه جمره، معلوم هست چته؟ دست و پاتو گم کردی، جوابم که نمیدی. باهاش آشنا شدی؟ برو دنبال ماشین جنگ. تو قبل از من با جنگ کاراچای آشنا شدی جمره؟ بریم جرن دیگه بسته. کاراچای ماما کجاست؟ کجاست اون بی شخصیت؟ کجاست اون بی حیا؟ کجاست؟ داری کیو میگی؟ یعنی چی شده؟ کجاست اون ورتیکه بی حیا؟ ایزا چی میگه؟ اینا چی کار میکنن؟ بفرمایید ماما. بیا اینجا، بیا اینجا بی حیا. سهر. خانم محترم، همه چی رو خراب میکنه. فکر کردی میتونی با پول دختر منو بخری؟
پس اینجا خونه ی توه. این مشکل رو بابات حل میکنه. برگردیم. از میان برو برو. کی به شما گفته که دختر من فروشیه؟ کی؟ تو ما رو چی فرض کردی؟ در موردمون چی فکر کردی که کف دستمون پول گذاشتی؟ یعنی میگی پول کمه؟ مادر شوهرت بهت نگفته؟ این پیش پرداخته؟ آه، الان فهمیدم. عصبانی چرا با مادر شوهرت توافق کرده؟ بگو تو چقدر میخوایم؟ یهیو پول تو به درد ما نمیخوره. تو با اون پولت فقط این لباسای آشغال تو میتونی بخری. تو فقط میتونی این خونه رو که فساد توش بیداد میکنه رو بخری. نمیتونی دختر منو بخری. فکر میکنی کی هستی که اینجوری حرف میزنی؟ آروم بگیر. میدونی که جلوت وایساده؟ جلوی من مردیه که با پول خودشو گم کرده. گفتم مرد، اما تو مردم نیستی. من دست دخترمو میگیرم و از این خونه میرم. نه، من هیچ جا نمیرم ماما. من اینجام که عروستون بشم آقا. آقا به خاطر حرفای مامانم ازتون معذرت میخوام. معذرت میخوام، واقعا ازتون معذرت میخوام. حرفای مامانم اهمیتی نداره، من به خاطر شما اینجا. شما گفتین بیا و منم پاشدم اومدم. دخترم تو چی داری میگی؟ چی داری میگی دختر؟ من سنم قانونیه، من به اجازه مامانم یا هیچ کس دیگه احتیاج ندارم. من اینجام که عروس شما بشم آقا. من اینجام و آمادم عروستون بشم. بس کافیه ساکت شو. کارم دخالت نکن. من اومدم اینجا تا ازدواج کنم، نمیتونی منصرفم کنی. نورتان اینا رو بنده بیرون. نه آقا خواهش میکنم لطفا به حرفم گوش کنید. من که هیچ اشتباهی نکردم. من این بس تقصیری ندارم. لطفا آقا من اومدم اینجا تا عروستون بشم. لطفا من که کاری نکردم. آقا کاری نکردم. لطفا آقا اینجا چه خبره؟ آقا من اومدم اینجا تا عروستون بشم. آقا من این لطفا نکردم. من یه نکردم. من نمیخوام برم. من هیچ نکردم. آقا اینجا چه خبره؟ آقا اینا دیگه چشون آدم هایی؟ من از حرفات هیچی سردر نمیارم. اینا چجور آدم هایی؟ تو میگی اینا بیادبی کردن. خب به هم بگو ببینم چی کار کردن. آقا نگو که یقیه پیراهن تو اینا پارا پوره کردن. خدا بس کن، سوال اضافی نپرس. بیادبی کردن، منم از خونه انداختمشون بیرون. همین باشه، فهمیدم بیادبی کردن. تو هم از خونه انداختیشون بیرون. اما جریان این پولا این وسط چیه؟ حداقل اونو باز کن. نورتان پولا رو بده مستحقا. شنیست میشه فردا در موردش حرف بزنیم؟ لطفا. باشه.
نورتن خانم یه لحظه وایسا. وایسا میشه دوباره بگی؟ نشنیدم. واقعا دماغش شکسته؟ چه خبر خوبی. اما حیف شد، کاش به جای دماغش سرش میشکست. از جرای پلاسی که مامانم براش وقت میگیرم. بهش بگو قصه نخوری، میسپرم دماغشو سربالا عمل کنه. اوپ اوپ، کجا داری میری؟ بیا اینجا، تلفن رو قطع کن، بیا اینجا. عزیزم 5 دقیقه دیگه بهت زنگ بزنم. باشه گلم. اگه مدل میخوای نمیشه، چون سرش نشکسته. تو چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ ماشین باباتا نمیبینی؟ ماشین رو به کل داغون کردیم، حالا باید چه غلطی بکنیم؟ الو، میگم جواب باباتو چی بدیم؟ عزیزم انگار حال روز خانوادت خوب نیست. میخوای برو ببین چی شده ها؟ اونجا چه خبره؟ بی خوده گریه و زاری نکن. اینا کیان که برداشتی آوردی تو خونه ما ها؟ همشهریاتن، آشناهاتن. آفرین، بالاخره اونا رو هم آوردی رو سرمون سوار کرد. هر چی بگین حق دارین خانم. نورتن خانم لطفاً حقیقت ماجرا رو برام تعریف کن. این آدما چرا اومدن اینجا؟ چی می‌خواستن و چرا بی ادبی کردن؟ و برام درست تعریف کن که چرا لباس آگاه پاره شده بود. لطفاً. داملا، تو بیرون بودی؟ ببخشید عزیزم، مجبورم دوباره قطع کنم. من برم مهمونا رو راهی کنم. تو دیگه کجا بودی دخترم؟ دارم دیوونه میشم. آخه مامان، بگو برای چی باید این وقت شب از اینجا بریم؟ اینا دارن گریه میکنن، دلیلشو میپرسم اما نمیگی. مامان، دارم میگم چی شده؟ نپرس. اگه فقط انقدر به گردنت حق دارم بدون اینکه سوالو جواب کنی پشت سرمون راه میفتی و میای. ما آماده ایم. بگین چی شده؟ ما یه اشتباهی کردیم که اومدیم، الانم داریم برمیگردیم. دیگه این قضیه رو تمومش کنید. دم در واسین زنگ بزنم آژانس. لازم نکرده، اصلا به شما خوبی نیمده. زنه بوی از ادب و تربیت تو زندگیش نبرده، خونه فساده. زنی که میگه خونه من خونه فساده، نگاش کن. برو کامشا، برو کامشا، دیگه هم بر نگرد. تاوانه تک تک حرفاشو پس بده. نفهمید چی گفت، منو نشناخته. ندیم، بهش فکر نکن. قطعی دختر که نیمده. این تصمیم از اولش هم اشتباه بود، جدی میگم. چشم اون دختر کوچیک رو نگرفته بود. باید میدیدی دختره آروم و قرار نداشت. اون دختره به درد ما نمیخورد. بزرگه باز بدک نبود. کنار اومدن با اون مادر اصلا غیر ممکنه. واک. ندی، میخوای چی بگی؟ بگو میشنم عزیزم، بگو. میتونی ندی، میتونی. بگو چی میخوای؟ بگو ندیم جان، بگو عزیز دلم. بگو میشنم، بگو. پر، پرس تار.
تو خونه قیامت شده، اما داملا خانم بازم طبق معمول هیچی براش مهم نیست. هر دفعه هم یه درجه بیشتر از قبل بیخیالتر میشه. آفرین. زورت به داداشم نمیرسه. دقدلی تو سر من خالی میکنی. خسته شدم، نیم ساعت رفتم پیش آیلا، اشکالی داره؟ منو دیوونه نکن دختر، ازت پرسیدم کجا بودی. نورتن خانم بعدم باهات حرف میزنم، دارم با دخترم صحبت میکنم. شنیز خانم دم در چیز شده؟ چی شده؟ جونا بگو عزیزم، یک کلمه دیگه، یک کلمه دیگه بگو، بگو باشه، بگو یک کلمه، بگو یک کلمه، بگو عزیزم، بگو، بگو نفس عمو، یک کلمه. ها گفتی پرستار، بقیهش ها پرستار خوبی بود؟ از اون پرستار خوشت اومده؟ میخوای اینجا بمونه؟ بگی آره میرم میارمشه. ببین اگه دستامو فشار بدی میفهمم که خوشت اومده. خب میگم بمونه. بگو خوشت اومده شیطانه. قربونت چشم. آقا آقا اگه بتونین بیاین تو حیات خیلی خوب میشه. الان میام. فهمیدم فهمیدم، قربونت برم. آقای پلیس من نفهمیدم دقیقاً چی میخواین، دخترم هم چیزی نفهمیده. شاکی کرم آرچتینو میشناسین؟ راستش اسمش برام خیلی آشناس، اما میشناسم، تازه باش به هم زدم. آقای پلیس این موضوعی که میگین ربطی به دختر من نداره، درسته؟ اومدیم دنبال راننده دخترتون. کی راننده دخترم بوده؟ ببین چی میگم، پیامک بده به عمو ولی، باید خونه رو درست کنیم. اون خونه خیلی کار داره، باید بریم از سمساری لوازم جدید بخریم. البته یه جایی بود قسطی میداد، برادر یکی از همکارم اونجا کار میکنه، باید بریم ببینیم. سمساری چی آبجی؟ خونه مخروبه شده. مخروبه سمساری چیه؟ مخروبه مخروبه، میریم همونجا. مخروبه. چرا داری مثل دیوونه ها میخندی؟ دیوونه شدم، دیوونه شدم، میفهمی؟ من امشب دیوونه شدم. تو گفتم زندگیمون روبرو شد، خرابش کردین، بدبختم کردین. درن میفهمی چی میگی؟ دختر بشین سر جات. آه مامان جون، هرچی شما هم بفرمایین. میخواین همه تون بشنوین این مامان منه. میبینین مامان من نمونی یه سن واقعیه. باید دست معلوم هست چه مرگت دختر جون؟ دخترم پول برای مامانم عین چرک کف دسته. مامانم جنس اون زناست که پول بدی دستش همشو برمیداره پرت میکنه تو صورتش. 5 میلیون براش پولی نیست، براش عددی نیست، میفهمی؟ مرد داشت 5 میلیون به هم میده تا عروسش بشم. اون مرد میخواست با پولش تو رو بخره. کدن با پولش میخواست بخرته. چی میخواست همچین غلطی بکنه؟ چی داری میگی؟ بخره بخره. به چین که برگردم تو اون مخروم و سر کشن زمین بذارم، اما بهتر که منو میخری. چرا نزشین من زندگیمو بکنم؟ چرا با زندگیم بازی کردین؟ چرا؟ چرا؟ خاک تو اون سرت، برات متاسفم. چی داری میگی آواز خون؟ فقط من میخوام راحت زندگی کنم. بیا بیا از همه این مسافرای اتوبوس بپرس، بپرس دیگه، بپرس ببین چی میگن. خانم خدا حفظش کنه این دخترت. آره تو دخترتو به یه آدم بدبخت میدی یا به یه آدم پول دار؟ بگو دیگه، بگو، خجالت نکش، راستشو به هم بگو. دوست داری سر گشنه زمین بذاری یا پول داماد پول داره تو بخوری؟ ها بیا اینجا ببینم. ماما
اگه گردنت رو نشکستم. بایسا کی شوهر پولدار نمیخواد؟ هر کی نمیخواد بلند شده که نمیخواد. جوون معروف خوشتی کی بعدش میاد پولدار باشه؟ یکی تو بگه من نمیخوام. بیا بگیم دیگه. اوه کی داری فالو میکنی؟ منم اونو فالو کردم اما نمیتونم جایی که اون میره منم برم. نمیتونم. چرا؟ چرا؟ ندارتا هیچون شوهر پولدار ندارم. الان نشونت میدم. برم کن. آقای پلیس چیزی شده؟ چیزی شده؟ جیوان یلماز. منم. ازتون شکایت شده. ترسو. از ترس بابام اسم منو نداده. حتما باباش نذاشته. وگرنه اینقدر شعور نداره. دست اون بود اسم منو میداد. اما نتونسته. فردا برای تشکر گل بفرست. کاکتوس میفرستم بشینه روش. با ادب باش داملا. ضمناً بشین دعا کن بابات بوی از این ماجرا نبره. امیدوارم حال پسرت زودتر خوب بشه. ما کم نون و نمک هم دیگر رو نخوردیم. اما بگو به اون پسرت از این به بعد مراقب رفتارش باشه. من خودم پیگیری میکنم. اون جدا. ببین، به حرف پسرتو هیچ اعتباری نیست. از من به تو نصیحت، تا دیر نشده بشین باش حرف بزن. پای دختر منم وسط نباید بکشه. ببین تاروخ، منو میشناسی. خودتو قاطی نکن، بد میشه. حمزه جان که. بله جناب آقا. برین تو مکان یارو دوربینه رو چک کنه. چشم بارو. منتظر تماس باشی. خیالتون راحت. عمر کاری که گفتم انجام دادی؟ قربان آماده است. بفرمید. خب بزن بیاد. بنا آقا آقا همه شونو پاک کنم. چش دیدی آدم نباید چششو ببنده گنده تر از دهنش حرف بزنه. افتادی تو چنگ خودت. برمیگردی. الان باید یا برم گوش دخترمو بکشم یا وایسم هرسمو سر تو خاری کنم. ولی باید صبر کنم تا اون زن گستاخ و بی ادب بیفته به پاهم. بیاد و ازم خواهش کنه کمکش کنم. میگن پشت هر شر یه خیلی هست. منم اینو به فال نیک میگیرم. مسلمن بعدش قراره اتفاقای خیلی خوبی برام بیفته. شده در استدیو جن.
این خوبه که بهم کرده رو فراموش نمی کنم. موضوع مهمیه، خیلی مهم. از دیشب تا حالا اینجاییم، گفتین بازجویی میشه، گفتین وکیل تسخیریش برامون توضیح میده، پس چی شد؟ من حتی نمیدونم پسرم چی کار کرده. خانم محترم چند بار بهتون بگم؟ چه چیزی نگفتی؟ توضیحی ندادی. پرسیدم مگه پسرم چی کار کرده؟ مگه آدم کشته که ولش نمیکنی؟ چی شده؟ ببین وکیلش اومد، از اون بپرس. پسرم کجاست؟ کی آزادش میکنین؟ پرونده پسر شما پیچیده. منظورتون از این حرف چیه؟ آزادش نمیکنن؟ مامان یه لحظه، جرم برادرم چیه؟ دزدی، سرقت ماشین، کتک کاری. تو کلوپ شبونه صاحب کلوپو کتک زده، مال و اموال ایشونو عمدن تخریب کرده. ها به علاوه با ماشین دزدی به ماشین صاحب کلوپ خسارت وارد کرده. دارین اشتباه میکنین، بعید میدونم. اشتباه گرفتینش، کار اون نیست. پسر من از این کارا نمیکنه، باور کنین. چی گفتی آقا؟ برادرم چی گفت؟ برادرتون به غیر از ضرب و جرح در معلومه که قبول نمیکنه. چرا بکنه؟ من دیگه نمیتونم هیچ کاری برای پسرتون بکنم. به خاطر سه تا جرم مختلف دادگاهیش میکنن. چند دقیقه دیگه هم منتقلش میکنن دادگاه. میره زندان. آقای وکیل صبر کنید. کی از آقای میکنه بس؟ صبر کنم. اون وکیل نمیتونه به پسرت کمک کنه. تنها کسی که میتونه کمک کنه تویی. قصر در رفتم. مامان تو کجایی؟ باشه باشه، زنگ زدم که از نگرانی درد بیارم. روزنامه ها چیزی ننوشتن. بابامم از دیشب تا حالا هیچ واکنشی نشون نداده. پس آرامش برقراره. راستی داداشم هم ننوشتن، انگار که دیشب اصلا اتفاقی نیفتاده. خبرنگار تو هیچ کدوم از روزنامه‌ها یه جمله در موردمون ننوشتن. بابام این دفعه تمیز کار کرده، واقعا کیف کردم. خوبه، محض اطمینان سمت پدرت نرو، ساکت و آروم بشین، صبونتو بخور. وایسا قطع نکن. مامان اگه بشه میخوام برم داداشمو ببینم. میدونی کجاست داداشه؟ داداشت یه ساعت دیگه میاد خونه. شماره یه اتاق جین کاراچای چند؟ بذارین اطلاع بدم. کارت شناساییتون لطفا. اینجا اتاق جره کردم. اطلاعات شخصیشون رو نمیتونم بدم. شنید خانم خوش اومدیم. نمیدونستم قراره بیان. چطور میتونم کمکتون کنم؟ لطفا سعی کنید از این به بعد به کارمنداتون منو معرفی کنید. جین کاراچای رو پرسیده بودین. مستجره، دیروز واحد رو اجاره کردم. متشکرم. ماما بزرگ دیدی پشده اومده تا اینجا؟ یعنی هدفش چی؟ من چه میدونم، امیدوارم خیر باشه. به خاطر جیوان که نیومده، احتمالا اومده دنبال من. پسرش منو خواسته، اونم اومده منو ببره. بیا بریم. بهتون میگم بذارین رد شم، میخوام برم پیش مامانم. شنیدین آقا آگاه چی گفتن؟ همینجا بمونین. آخه مگه اون کیه؟ تقصیر منی که اجازه میگیرم. شما کی هستی؟ یه مش قلدر لات؟ اینجا کلانتریه، کلانتری. الان میرم به پلیس میگم. ببین منو، دستتو بکش بگم. خانوم به فکر برادرت باش، مامانت به خاطر برادرت اونجاست. پس سر صدا نکن، پلیس هم نکش وسط. آروم و بی صدا همینجا وایسا. نکنی داری حفظش میکنی ها؟ سه خط و سه ساعت داری میخونی؟ تهمته، همه اینا دروغه. منم دارم همینو میگم. میبینی چه پسری بزرگ کردی؟ به دروغ اسم دخترمو داده. مامان
مثلا که خوشت اومده همه چیزو تو صورتم پرت کنی ها؟ پای دخترت گیره، برای همین پا شدی اومدی اینجا آقا. آقا خدا میدونه چقدر رشوه دادی که تونستی دهن هم برو ببندی. دخترتو از این مخمصه نجات دادی و به جاش پسر بدبخت منو قربونی کردی، درسته؟ بعد 3 ساعت خوندم باز متوجه نشدی؟ میخوای بدم دوباره بخون؟ دخترم تو اون ساعت خونه بوده، بیشتر از 10 نفرم شاهد دارم، البته به همون تعدادم شاهد داریم که پسر تنها بوده. من رو گنج نشستم که بتونم این همه شاهد رو یه جا بخرم. نکنه فکر کردی من گنج قارون دارم، ما از اوناش نیستی. مطمئنم تو پشت این ماجرایی. من پسرمو خوب میشناسم، شر و شیطونه، عصبیه، زود جوشه، به خاطر اقتضایی سنش ناآروم و بیقراره، اما هیچ وقت دزدی نمیکنه. میشناسمش، ماشین تو رو اون ندزدیده، کسی هم دست درازی نمیکنه چون بی وجدان نیست. قبول دارم اهل دعوا حساب نداره، اما بی خودی هم کسی رو کتک نمیزنه. نه، پسر من این کارو نکرده، هیچ وقت بی جهت دست رو کسی بلند نمیکنه. جوونه، تا حالا هیچ وقت از نزدیک ماشینا رو ندیده بود، حتی شاید تو دلش حسرت هم خورده باشه، اما چشمش دنبال مال و اموال هیچ کس نمیمونه. 1000 نفر بیاد خلافشو به هم بگه، بازم من پشت پسرم وای میسم. برو یه لشکر وکیل داره هم جمع کن، هر کاری که دلت میخواد بکن. من به پسرم اعتماد کامل دارم. سر خانم، تو پروندهش گزارش پزشکی قانونی هست، اثر انگشتش رو ماشینمه، 10 تا شاهد دارم. میدونی که پسرتو میفرستن زندان، نمیدونم چند ماه اون تو میمونه، 5 ماه یا 6 ماه. دزدی، دعوا، تهدید، تخریب انبار، خدا واقعا بهتون سب بده، سخته. حالا براش لباس آماده کن، بهش بگو که بهش اعتماد داری، اونجوری دلداریش بده، کنارش باش، بد نیست. تا یادم نرفته قضیه پرداخت خسارت هم هست، هم به پسر که کتک زده و هم به من. بعد از این که افتاد گوشه زندون، بگردین یه راهی پیدا کنین، بدهی ما رو بیارین صاف کنین. مامان، این یارو در مورد جیوان چی میگفت؟ چرا اومده که حالا داره میذاره میره؟ مامان اومده بود منو ببره، به خاطر من اومده، بگو دیگه. ببین داره میره، چی گفتی که داره میره؟ جواب بده. سحر، به خاطر پسرم هر کاری میکنم، اما دخترمو نمیدم. عروس، جهنتو باز کن و یک کلمه جواب بده. آقا آگاه چی میخواست؟ چی به هم گفت؟ حالا بیا چی کار کنیم؟ منتظر میمونیم. منتظر چی بمونیم؟ درست جواب بده ماما. منتظر برادرت.